یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا اینجا. این چی میگه؟ میگه از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا حرکت ذره ام چگونه است؟ مگه نه این که در این نقطه سرعت صفره؟ ببین نوسانگر اینجا که نوسان میکنه در دو سر پار خط، همین زنگ پیش هم توضیح دادم همه متحرکایی که روی خط راست میرن برای تغییر جهت باید سرعتشون صفر شه. اینجاها نقاط بازگشتی سرعت صفره، اینجا سرعت صفره. خب آقا اگه سرعت صفره، به نظر شما قبلش برای اینکه سرعتش صفر شه تند رفته یا کند؟ کند شونده رفته. بعدش تون شونده اصلا یادت باشه حفظی نیست، هر جا سرعت صفر قبلش کنده بعدش تون، قبلش کند رفته که صفر شده، بعد از سرعت صفرم چاره ای به جز تون شونده نداره. پس بنابراین نوع حرکت ابتدا کند شونده سپس تون شونده گزینه یک. دقیقا ستایش. خب سوال بعدی، اوه این سوال اینه باشه براتون تو کلاس سوال حل میکنم، این سوال غلط بود، حذفش کردن، البته تاثیر مثبتش کردن، جواب تو گزینه‌ها نبود، البته الان هستا، این درست شده، اصلاح شده، این اصلاح شده، اون اوریجینالش که در کنکور اومده بود جوابش تو گزینه‌ها نبود. فقط این که باید توضیح سریع بخوام بدم، یه بار قانون دکارت اینجا بنویسی، اسنل دکارت، از اینجا تا اینجا، یه بارم اینجا بنویسی، از اینجا تا اینجا، یه بارم از اینجا تا اینجا، سه بار میشه قانون دکارت نوشت. بعدم براتون حلش میکنم، امروز یه خود سنگین میشه براتون. این که مال متن کتاب، همون خوندنی هایی که گفتم، خوندنی های متن کتاب که اتفاقا پارسال من اینو داده بودم، همین گوچه های قرمز هم نوشته بودم چون تو متن کتابه که اومد. این که مال کوانتومه، من کوانتوم هنوز تو کلاسام درس ندادم، اینم کوانتومه. بریم یه خورده پایل کنیم از 11. خب میگه دو صفحه رسانه‌های موازی با ابعاد بزرگ خازنه، مطابق شکل به یه باتری وصل کردیم، پس اختلاف پتانسیل دو سر باتری و دو سر خازن با هم برابره، یعنی اختلاف پتانسیل این دو سر 80 ولته. میگه پتانسیل نقطه آ اینجا این وسط چند ولته؟ این علامت چیه؟ این به معنی ارت، عوام میگن ارت، ارت یعنی زمین، هر جسمی که به زمین وصل شه پتانسیلش صفره، پس این منظورش اینه که اینجا پتانسیل صفره. اگه اینجا صفره پس اینجا باید یا 80 باشه یا منفی 80 که اختلاف اینا بشه 80. از اونجایی که این به صفحه منفی متصل شده پس اینجا پتانسیل منفی 80ه. خب الان نگاه کن، اختلاف 0 و منهای 80 هم 80ه، اختلاف 0 و 80 هم 80ه، ولی این به قطب منفی باتری متصله باید منفی شه، این به زمین وصله باید صفر شه. خب حالا میدان الکتریکی داریم بین صفحات خازن، خازن یکی از تستاتون خازنه، خیلی هم ساده است، حتما میزنی، من مفصل تو جامعه گفتم، اما الان اگه بخوام سریع بگم، یه دونه کیو مساوی سه و داره، یه دونه یو مساوی یک دوم سه و دو داره، یه دونه سی مساوی کا اپسیلون صف آدیوم داره، یه دونه وی مساوی ایدی داره، که من مثلا اینو یادتون باشه اثبات میکردم، اینو تحلیل میکردم، این میگفتم اگه مشتق بگیری میشه، اینو انتگرال بگیری میشه، دیگه الان وقت نیست بخوام اونجوری بازش کنم، شما بدون خازن یه تست میاد همیناست، هیچ چی دیگه نداره. اگر خازن به باتری متصل بمونه منظورش اینه که وی ثابته، برای اینکه باتری وی میده، ولی اگه گفتن شارژ میکنیم از مولد از باتری جدا میکنیم، اون وقت کیو ثابته. سی چی؟ سی ظرفیت خازن به ساختمان خازن، یعنی به این عوامل بستگی داره، اینکه ضریب ثابته، به جنس دی الکتریک، مساحت صفحات، فاصله دو صفحه. اگر دیدی صحبت اختلاف پتانسیل و میدان مطرحه و فاصله اینه، این اختلاف پتانسیل دو سره، میدان الکتریک بین صفحات و فاصله دو صفحه. خب اینجا به شما گفته پتانسیل نقطه آ رو بگو. خب آقا میتونی یه بار از اینجا پتانسیل اینجا رو میگیرم V، یه بار از اینجا تا اینجا بنویسی، یه بارم از اینجا تا اینجا. اگه از اینجا تا اینجا بنویسی میگی V مساوی ED، V رو میذاری 80 قدر مطرقشو، فاصله دو صفحه میذاری 1 سانتی متر، E به دست میاد، میدان الکتریکی رو به دست آوردی، بعد میای بین این دو تا مینویسی، چون E ثابته، میدان الکتریکی یک نواخته بین خازن صفحاتش، بین این دو نقطه مینویسی، میگی V اختلاف پتانسیل V و صفر میشه V، V مساوی ED، E که به دست آوردی رو قرار میدی، D رو این دفعه فاصله از اینجا تا اینجا 4 میلیمتر رو میذاری و جواب به دست میاد. این یه روش. روش دوم همینه ولی میخوام شیک و مجلسی بنویسم.